سلام علیکم خدمت تمامی شما. خدا کنه همه شما دارای ساعت کامل باشین و همراه تمام اعضای خانوادهتان خوش و خوشحال باشین و در پشت پرده‌های تلویزیونتان نشسته برنامه دلخواه خطرا یعنی مالگرا تماشا کنین. بینندگان عزیز، امروز یک غذا که بسیار ساده و یک چیز بسیار خوب براتون آماده میکنم. در ابتدا میریم و مواد لازمه را از روی صفحه تلویزیون نوت میکنیم. بازم با ما باشین. مواد لازمه چلو با کوفته کدو: برنج 2 گلاس، کدو 1 عدد، گشنیز تازه نیم دسته، بادنجان رومی 3 عدد، مرچ تازه 2 عدد، زنجبیل تازه 10 گرم، ماست 4 قاشق غذاخوری، آرد ترمیده 3 قاشق غذاخوری، زردچوبه نیم قاشق چایخوری، زیره 1 قاشق چایخوری، روغن به قدر ضرورت، نمک به قدر ضرورت. یک مقدار آب میمونم به خاطر برنج. برنج البته قبلا شستیم، یک ساعت دو ساعت ایره تر کردم مونده بود بخاطر که برنج ناتر خوبش نمیه. یک عدد کدوس، کدوی سبز البته، پوستش نمی کنم، شستیمش، ایره از تراشه میکشم، البته از خانه کلان تراشه که از کدوی تازه میتونیم به شکل‌های مختلف غذاهای بسیار مزه‌دار و خوب آماده کنیم. در برنامه قبلی هم گفته بودم دوستا عزیز، کسایی که فشار چربی بلند دارن کوشش کنین کدوی سبز را به شکل خام مثل بادرنگ نوش جان کنین. ذائقهش خراب نیست، نه شور است نه تلخ است نه تند است، میتونین نمیره نوش جان کنین. انشاءالله همون تکلیفتون رفع میشه. و کسایی که ضربان قلبشون بسیار تیز است میگن که از کدوی سبز استفاده کنین، انشاءالله همون تکلیفتون رفع میشه. البته یک روز دو روز نی، یک مدت دوام داره، البته مدت یک دو ماه سه ماه انشاءالله همون تکلیفتون. ای که دوا بخورین بعد دیگه جایتون نقص کنه، چون ترکاری تازه است نقص نمیکنه. به خاطر که کدو رو از تراشه کشیدیم یک مقدار آب داره، یا در بین یک تکه یا در بین یک صافه پرتیم که حوضی مکمل باید بره. کوشش کنیم که خوب ایره فشار بدیم که همین حوضی مکمل برایه. خب تا حدی که امکان داره کوشش کنیم که حوضی مکمل بیرون شود. از این تراشه استفاده میکنم، یک مقدار زنجفیل تازه است اینو میکشم. بندازی 10 گرم البته زنجفیل تازه بالای کدو از تراشه میکشم. جوش آمده برنج اضافه میکنم. سر زیر بسته می کنم، انتر ایره بالا حرارت من قلب دارم. یک مقدار روغن بهش اضافه می کنم.
یک مقدار گشنیز تازه است. این را ریزه میکنم. یک مقدارش بالای کدو اضافه میکنیم، یک مقدار کزیر باز بعدا کار میگیریم. دو دانه مرچ تازه سیرم ریزه میکنم. در خانه میتونیم کیره هم رای اونگ هم میده کنیم، کدام پرابلم نیست. هم رای زنجفیل میتونیم در بین اونگ پرتی نیره میده کنیم، اما کوشش کنیم که خستیش بکشیم. مرچان اضافه میکنم بالای کدو و گشنی. یک قاشق نمک اضافه میکنم. یک قاشق هم گشنی خشک. ایره مخلوط میکنم. بسیار ساده، آسان است، ترکاریهای بسیار کم. و یک مقدار آرد تر میده یا آردهای هادی که در خانه دارین میتونین هم ریزی مخلوط کنین. با یک اندازه که مدود آرده بین ازی اضافه میکنم که خدا بسته کنه. یک دقیقه دیگه میمونه که جوش بخوره. برنج نرم شده، برنج صاف مقدار برنج کم است. ضرورت به این نیست که از طرف دیگر من برش روغن هاو یا پسو آماده کنم. مقدار 60 میلی لیتر روغن داشت اضافه میکنم. یک مقدار آب داشت اضافه میکنم. و یک نیم قاشق هم نمک. برنج اضافه میکنم. یک بار کیره شور دادیم، همراه این نمک و روغنی کمال مخلوط میشه. ضرورت به این ندارم که دیگه روغن بالایش اضافه کنم، چون مقدارش کم است. البته سر دیگه بسته میکنم تا آبش خوش شود.
یک ظرف دیگر میگیم. کمی روغندش اضافه میکنم. بخاطر که دوای نزی آرد اضافه کردیم. بعد دستمانه چسبه. یه امروی روغن کمه که دستمه چرک کردیم. برنج را خدا خوش کرده. حرارت کم تر می سازم. من برنجا برای چند دقیقه می مانم که دم بخورم. چون حرارت ازی کم تر است جاشا تبدیل می کنم. کدو سرخ شده این را از روغن میکشم. میبینین دوستای عزیز که چیزی که بسیار خوب با یک رنگی که بسیار خوب آماده شده و ذائقهشون فوق العاده خوب است. چون مقدار روغن زیادتر است کم کم میمانم سرد شده مقدار روغن کم میکنم. سه عدد بنجر می سیره از تراشم می کشم. البته یک دونه زیره پوست می کنم که از پوست از یک گلک آمادک شده. بقیشه هست تراشم می کشم. از خانه میده تش میکشیم که آسان تر شد. چون پوست زیر گرفتیم یک کمه که خواهد از توته میکنه. سی عدد بنجر میره هست تراشه کشیدیم. مقدار روغن کم میکنم. حرارت دوباره روشن میکنم. یک قاشق زیره درست به روغن اضافه میکنم. خب بوی زیره که باز برامد بانجور میل اضافه میکنیم. و نیم قاشق هم زردچوبه. رو بانجور میل اضافه میکنیم. بندازی چهار قاشق نانخوری ماست است. دیره حل میکنم. وقتی که ماست به لواب اضافه میکنین ذائقهش خوب تر میسازه. ماست هم اضافه میکنم.
من کوفته‌ای را که قبلا سرخ کرده بودم اینا اضافه میکنم. و یک مقدار گشنیز تازه هم کمانده بود ایران بریش اضافه میده. برنج دم خورده و کفتام سر روغن آمده. برنج یک ظرفک میدازیم، یک ظرفک مناسب البته. اگه میخواین برای یک نفر نان بکشین یک ظرفک مناسب پرتینش تا اون شکل ظرفه بگیره چیزه که خوب آماده شده. کما که فشار بتینش کفتارم ده هر کفش رو زفا میکنم. ای بود غذایی که امروز آماده کردیم، چلو همراه کوفته کدو. خدا کنه مورد پسند شما قرار گرفته باشه.